هر روز نازت میشم محرم رازت میشم هر روز نازت میشم محرم رازت میشم وای امشب دلی شکست دارم ساقی چشمی به خون نشست دارم ساقی لیلی 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 گرمی توی دستام دیگه دستام بی تو سرده چه خوشه من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم به عنوان تهیه کننده برنامه از طرف گروه فنی و تولید تلویزیون سیمای ایران تشریف فرمایی شما دوستان عزیز رو به این سالن خوش آمد عرض میکنم. واقعا خیلی خوش آمدید. برنامه که هم اکنون از نظر شما خواهد گذشت و ناظر بر اجرای او خواهید بود اولین تجربه ما در ساختن مجموعه است با نام کنسرت بزرگ سیمای ایران که هر ماه یک بار تهیه و ضبط و بعد پخش خواهد شد. در این برنامه خوانندگان سرشناس کشور شرکت دارند که البته اکثر اونها کسانی هستند که در قسمت موسیقی مدرن کار میکنند، ولی ما سعی داریم که در همین برنامه از موسیقی سنتی هم استفاده بکنیم و بزرگان این هنر رو، هنر موسیقی سنتی رو مورد تجلیل قرار بدیم در حقیقت، و این البته فرصتی خواهد بود برای اینکه همه ما توجه بکنیم که هورا کشیدن و کف زدن فقط مخصوص هنرمندان موسیقی روز نیست، بلکه بزرگان موسیقی سنتی هم شاید بیشتر تحسین برانگیز هستند. از ویژگی های این برنامه این هست که همطور که توجه دارید به صورت زنده اجرا میشه، البته مشکلاتی داره که باهاش روبرو خواهیم شد و حلش خواهیم کرد، و فرصتی هست برای جوانهای ما که بتونن در این برنامه شرکت بکنن و از نزدیک برنامه هنرمندان دلهای خودشون رو ببینند. به علاوه توضیحی باید عرض بکنم و اون این که ضمن اینکه این برنامه مخصوص هنرمندان سرشناس هست، ولی هر بار شاید از یک چهره تازه هم به عنوان مهمان استفاده بکنیم که فرصتی برای جوانهای تازه کار باشه که بتونن خودشون رو معرفی بکنن و بعدها فعالیت بیشتری داشته باشن. صحبتم رو تمام میکنم با اشاره به این که مجری و گرداننده این برنامه بنده نیستم و فقط برای خیر مقدم حضورتون رسیدم، و کسی که این برنامه رو اداره و اجرا خواهد کرد و در حقیقت صحنه گردان این برنامه خواهد بود یکی از چهره های بسیار محبوب تلویزیونی است که نام و چهره او همیشه شادی آفرین بوده،
خانم ها آقایان، نوذر آزادی. میبخشید که ریش ندارم. ستار و مازیار اون تو دارن ریشاشون رو پیوند میزنن به هم، بالاخره رو هم رفته یه ریش در میاد ازش. ولی حالا نسرین رو معرفی میکنیم، عروس ناز. چون قراره به همین زودی هم عروس بشه. بله، البته کم و کیفش و گناهش پای خودش، به ما ارتباط نداره. خب عروس ناز میکنی آتون. مناسبتی داره، نزدیکتر. اولین آهنگ عروس ناز. خیلی سانتیمانتال فرمودی، اولین آهنگ عروس ناز. چی بگم؟ یک نوع لوندی کوتاه مدت درش بود. هر صورت خب ارکستر تازه بود. بله حاضر. میخونیم؟ میخونم. بیشتر از این شما رو معطل نمی کنیم و شما رو میسپاریم به صدای نسرین. دست که لبا من آبیه، چشم به رنگ آبیه، عروسی ما امشبه که یک شب مهتابیه. وای عروس نازت میشم، محرم رازت میشم، عروس نازت میشم، محرم رازت میشم. وای مثل یه زورقه، زورقه که رنگ طلام است، از این که مال ما شده قسمت با کار خدا است. جزیره قشنگش یه سرزمین بیریام است، میریم به اونجا که فقط جای دلای ما دوتا است. عروس نازت میشم، محرم رازت میشم، عروس نازت میشم، محرم رازت میشم. وای شما انتظار کردیم در دست دادن. من که برا تشوه بناز همراه خود دارم هم جهاز، میخوام که امشب تا سحر با هم کنیم رضا نیاز. بای عروس نازت میشم، محرم رازت میشم، عروس نازت میشم، محرم رازت میشم. بای شده قسمت با کار خدا ماست، جزیره قشنگش یه سرزمین بیریام است، میریم به اونجا تو فقط جای دلای ما دوتا ماست. عروس نازت میشم،
میشم، محرم رازت میشم، هر روز نازت میشم، محرم رازت میشم. وای خیلی مچکر از محبت. میگم به این یار، به اون یار، به هر یار، میمیرم برات نه یک بار نه صد بار، هزار بار بذار سر روی سینم که دل صفا میکنه، دل من آروم آروم تو رو صدا میکنه. نشین قبله عاشقم، ز تار موی تو با گل بوسه هم، ببین که تسبیح درست شد برام، حالا دل من شبا خدا خدا میکنه، دل من آروم آروم تو رو صدا میکنه. چه بگویم چه بگویم، بسته غم راه گلویم، منم دل بسته تو، خراب و خسته تو، دوست دارم قده دنیا، یه وقت منو نگذاری تنها، دوست دارم قده دنیا، یه وقت منو نگذاری تنها. اینو نمیگم به این یار، به اون یار، به هر یار، میمیرم برات نه یک بار نه صد بار، هزار بار بذار سر روی سینم که دل صفا میکنه، دل من آروم آروم تو رو صدا میکنه. نشین قبله عاشقم، ز تار موی تو با گل بوسه هم، ببین چه تسبیح درست شد برام، حالا دل من شبا خدا خدا میکنه، دل من آروم آروم تو را صدا میکنه. چه بگویم چه بگویم، بسته غم راه گلویم، منم دل بسته تو، خراب و خسته تو، دوست دارم قده دنیا، یه وقت منو نگذاری تنها، دوست دارم قده دنیا، یه وقت منو نگذاری تنها. عرض کنم حضور شما که مازیار اومده اینجا. مازیار از اون خواننده‌ای است که یک وجه امتیاز داره و این وجه امتیاز اینه که وقتی که ازش دعوت میکنی که بخونه ناز نمیکنه. در تمام طول مدتی که اونجا داشتن این آقا رو گریم میکردن، البته شکل و شمایل واقعیش اینجوری نیست، این محصول یک ساعت و نیم کاره، توجه فرمودین، یک ساعت و نیم کار و بسیاری از محصولات عجیب
تجارتی عرض کنم حضور گرد آجر به قول خودش که اونجا روی میز چیده شده. به هر صورت اونجا که داشت گریم میکرد یک ریز میخوند آهنگای گلپایگانی، آهنگای ستار، آهنگای هایده، همه رو از دم میخوند. و به هر حال این شما و اینم مازیار، خواننده خوب، جوان و پر انرژی. امشب دلی شکست دارم ساقی، چشمی به خون نشست دارم ساقی، دردی که جز می تو امش درمان نیست، حرفی که دیگر از کسی پنهان نیست. امشب دلی شکست دارم ساقی، چشمی به خون نشست دارم ساقی. شب دلم صبور و صبور میخواهد، گیراتر از دو چشم او میخواهد. امشب دلم صبور و صبور میخواهد، گیراتر از دو چشم او میخواهد. امشب دلی شکست دار ساقی، چشمی به خون نشست دارم ساقی. ای وای اگر شکست دل در پیش غم، اگر خجل برگردم، ای وای اگر شکست دل برگردم، در پیش غم اگر خجل برگردم، دیگر ستاره‌ای ندارم ساقی. امشب دلی شکست دارم ساقی، چشمی به خون نشست.
شکسته دارم ساقی 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 خیلی مشکر مرسی که آرامش میده رامش بر حال از رامش مجددا تشکر میکنم به خاطر اینکه با تمام سرماخوردگی ها و گرفتگی صدا بازم قبول کردن که بیان اینجا و به خاطر شما آواز بخونن و اما آرایش موی ایشون هم حکایتی است با آرایش های عجیب و غریب و شما حتی خاطرتون هست برنامه‌شون دیدین یه مرتبه تیغ به گردن میندازن یه مرتبه تیغ به گوشواره آویزون میکنن یه مرتبه سه تا سوراخ داره چیزشون گوششون که الان سه تا داره به هر صورت رامش اومده اینجا و آرامش میده به ما با صدای بسیار بسیار قشنگش و من ازش خواهش میکنم دوستانه خواهش میکنم که حتمی اون ترانه کردی بسیار قشنگی رو که خونده اسمر یارم جوانه که خوب خونده واقعا خوب خونده و کسانی که کردی میدونن میدونن که رامش چقدر قشنگ و با لهجه بسیار بسیار نزدیک به کردی و قشنگ خونده اینو متشکرم به یه شرط میکنم این آهنگو به چه شرطی من دیدم که شما خیلی کردی قشنگ میرقصید باشه پس شما و آهنگو بذارین آخر که با هم کردی برقصید به اتفاق البته میرقصید Thank you.
جای دریا میدونن شکستن بغض منو فقط با بابا میدونن فقط با بابا به افتخار آقای قاطبه دست میزنیم که تشریف بیارن نهانگو برقصن دارن. رامش نسبت به من لطف دارم ولی اجازه بدید من به ساز کسی نرقصم. بله شما از من خواستین که من یه آهنگو بخونم. استدعا میکنم واقعا رقص من بدون اون آوازی که خوندم تحت یک شرایطی من رقصیده بودم و اون رقص احیانا مورد توجه واقع شده بود ولی چون اون شرایط فراهم نیست بنابراین رقصیدن من به تنهایی چیز بسیار قبیحی خواهد بود. قبول کنید که چیز بسیار قوی و زننده است، بخصوص توی تصویر تلویزیونیش خیلی کریه خواهد بود. بنابراین اجازه بدید خانم رامش این ترانه کردی بسیار قشنگ رو بخونه. من برای شما آواز میخونم به تنهایی بدون موزیک. بله من خواهش میکنم از آقای قاطبه یه کمی هم که شده لطف کنن برقصن به افتخارشون دست میزنن. بالاخره شما یا علاقمندی من بخونم یا علاقمندی که برقصم، با هم مقدور نیست، دست نمیده با هم. بخونم اگه میخوایم بخونم. اوه ای 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 بیشه دوزاک ای 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 Thank you.
ستا رو همه شما میشناسید. این دفعه میخوایم با ستار راجع به مسائل مهمتری از ریش و چشم بسته و چشم باز صحبت کنیم. به هر حال شما میدونید ستار درس خونده، دانشکده رفته، درس خونده، کتاب میخونه، همه اینا رو میدونید. برای از همه مهمتر اینه که ما توی تئاتر کوچک تهران که کار میکردیم یکی از مشتریای دائمی ما ستار بود و ما مرتب میدیدیم ستار را که بین تماشاگران نشسته و خود این همبستگی و خود این علاقه به کار دیگران در زمینهای هنری دیگه دلبستگی داشتن و دنبالش رفتن و پیگیر بودن و در جریان مسائل هنری روز بودن به نظر من امتیازی است که یک خواننده میتونه داشته باشه و این امتیاز رو ستار داره. خیلی خوش اومدی به برنامه ما و بدون هیچ گونه مقدمی شروع می‌کنیم. مرسی. موسیقی
چشم مستت را که کس آهوی بشی را از این خوشتر نمیگیرم. اجازه بدید آهنگ روایت رو که خواستید به عنوان حسن ختام برنامه برای شما اجرا کنم. غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، به سر لشکر غزل فاتحان تا قلب قلب تازی. تو من دیگر از دلم همچو عاشقی میتوانی آخر، به سر لشکر غزل فاتحان تا قلب قلب تازی. هنوزم گرم نفسم، هنوزم سرشورم از عشق، اما وقت موندنم نی، اما جای موندنم نی. مردم از این همه گفتن، شعر سرد عاشقونه. من غلام اسمیم که تا همیشه بینشونه. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه تازه برکنی از نجامه تازهی بپوشی.
به خونخواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تو قلب غم بتازی. دمی مانده از تو آهی، حاکم به زیر پا تا برسم با تو تا سراهی. من یه رودم یه روده به صد نشسته، تن پاک و خسته هم توی دست این صفحه ها شکسته. من یه شعرم یه شعر بلند پروا، رها می شدم اگه گم نمی شدم توی شهر آبا. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نجامه تازه ای بپوشی. به خونخواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی. مرسی، خیلی ممنون، تشکر میکنم، خیلی متشکرم، مرسی. خیلی ممنون از ستار. حسن ختام برنامه ستار رو من همون شعر حافظ قبول میکنم. چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت. این شعری است که ذوق و سلیقه ما رو تا تمام عالم کشونده و همه ما رو قبول کردن. به هر حال متشکریم از ستار به خاطر شعر قشنگی که خوند و ترانه های بسیار زیبایی که اجرا کرد. خیلی ممنونیم، تشکر میکنم، شب شما بخیر. همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم، این برنامه تنها در تیول خوانندگان به اصطلاح شناخته شده و بسیار معروف نیست، بلکه کسانی که میتونن بخونن و خوب بخونن تو برنامه ما توی کنسرت بزرگ سیمای ایران جای خودشون رو دارن. آرام رو قبلا صداشو در جاهای مختلف روی کاست و به انواع مختلف شنیدید، ولی امشب در کسفت یک خواننده حرفه‌ای میخونه و مهمون برنامه ماست. براتون میخونه و ضمناً گیتار هم میزنه. و اما قبل از اینکه آرام بخونه، نکشید، نه روی درام مینویسن بکشید فشار دهید، و حالا ما برعکس میگیم نکشید. لطفاً سیگار نکشید، برای اینکه این برنامه ضبط تلویزیونی میشه و خود شما وقتی این برنامه رو از تلویزیون تماشا کنید انگار توی مطبخ ضبط شده. متشکرم.
همیشه بوده.